سلام علیکم. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرج و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در خدمت آیات 252 و 251 سوره بقره بودیم و در آخرین نکات این بحث بودیم که باب بحث دیگری ذیل این آیات آغاز میشه که انشاءالله قسمتش رو هستیم، قسمتش هم قبلا خوندیم. در آیه که 251 در محضرش بودیم فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم، فحزموهم بإذن الله و قتل داوود و جالوت و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه و مما یشاء. تا اینجا رو در محضر آیه بودیم انشاءالله. ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. در این قسمت آیه دفع رو بیان کردیم که چرا نفرمود مدافعه و دفاع. در حقیقت بحث دفع رو مطرح کرد که دفاع در جایی است که همه عرض باشن، اما دفاع خدای سبحان در اینجا دفع است و دفاع تلقی نمی شود. دفاع در دو جایی که همه عرض باشن، ولذا فرمود ولولا دفع الله. دفع هم در مقابل رفع معنا کردن که رفع برداشتن وجود است و عدم ادامه حیات است، اما دفع رو چی گرفتن؟ دفع رو اصلا از اول نگذاشتن ایجاد شدنه، اصلا مقابلی از ابتداست که ایجاد نشود. که دفع مثل این که میگن مثلا استغفارات حضرات معصومین دفعیست نه رفعی. رفعی معلوم است که گناه ایجاد بشود، استغفار بشود برای برداشتن گناه، اما دفعی این است که اینها از این که میدانند گناه با انسان چه میکند، استغفار اونا استغفار دفعیست که هیچ اصلا گناه متوجه نشود به سمت اونها، گناه نیاید. یعنی دفعاً خلاصه استغفار میکنن نه رفعاً. ما رفعاً استغفار میکنیم، البته ممکنه دفعی هم از رعیت کسی حال استغفار دفعی هم داشته باشد. نسبت بعضی از معاصی حالش به گونه‌ای باشد که قبل از اینکه او بخواد بیاد این ترسان باشد، این نفرت داشته باشد که دفعی باشد، اما عمدتاً در رعیت رفعی است، در معصوم دفعی است. در معصوم قطعاً رفعی نیست. دقت کردید؟ این بحث ابتدای دفعه که حالا خودش بحثایی دارد همینقدر کفایت میکند که اگر در یه جا آمده ان الله یدافع عن الذین آمنوا، عرض کردیم که اونجا دو سه بحث رو برای ذکر کردیم که اون گذشت. اینجا میفرماید که لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اگر این دفع خدا نسبت به اینکه بعضی از مردم بعضی دیگر رو قدرت داد که مردم بعضی به بعضی دیگر دفع بکنن، اگر نبود این قدرت دادنی که خدا داده، لفسدت الارض قطعا خلاصه زمین به معنای محیط زیست به تنهایی نیست. فساد اولا عارض چی می شود؟ عارض انسان ها می شود، ثانیا و بالعرض دامنه محیط زیست رو هم می گیرد البته. لذا لفسدت الارض درسته که ارض به معنای همین زمین هم منظور است، اما در اینجا فساد اولا و به ذات مقصود اهل الارض است، ثانیا بالارض خود ارض است. پس اگر میفهمم لفسدت الارض یعنی لفسدت اهل الارض، دیگه اهل ارض در حقیقت چی میشن؟ لفسد اهل الارض، اهل ارض فاسد میشوند اگر که نبود این مدافعه ها. اگر نبود، حالا اینو عرض خواهیم کرد که این مدافعه چی کار میکند، این رو حالا تحلیلنش باید، این فقط فعلا ظاهر اولی آیه لفسدت الارض. پس ارض هم در اینجا مقصود اولا و به ذات اهل ارض است و ثانیا و بالارض چی هستش؟ خود ارض هم قطعا وقتی که انسان ظالم در ارض سیطره و قدرت پیدا بکند، حتما در حقیقت بحران محیط زیستی هم به دنبالش ایجاد خواهد شد. چنانچه اگر انسان صالح حاکم بشود، به دنبال او چی هستش؟ تلاعم محیط زیست با انسان هم محقق خواهد شد. به مقدار اینکه انسانی اهل عدالت باشد و ظلم ستیز، به همون نسبت عالم هم با او همراه می شود. تصرفات او، هر چند کسی که ظالم است تصرفش در عالم تصرف عالمانه بخواد باشد، اون ظالم
اما ناخواسته در حقیقت چی هستش؟ غلبه ملکه ظلم در وجودش همچنان که نسبت به انسان ها هست، نسبت به عالم هم هست. لذا با عالم هم ظالمانه برخورد میکند، همه را ملک خودش میداند، همه را تحت تصرف خودش میداند، تعامل با عالم نمیکند، بلکه فقط تصرف بخواد در عالم بکند و تصرفش همش خودخواهانه، نه در حقیقت به عنوان اینکه اینا آیات الهی است. اینها عکس العمل دارن، نه این نگاه رو ندارد که عکس العمل دارن. حتی اگر به بعضی از بحران های سلام علیکم محیط زیستی هم مطلع می شود، مجبور می شود دست بردارد تا اون حدی که لازم است، نه بیشتر. یعنی مجبور می شود که یه سری کارهاشو کم کنن، مثل اینکه مقابلش یه انسان زورمند دیگری قرار بگیرد، مجبور میشه خودشو تعدیل کنه در برخورد. اختیاراً این کارو نمی‌کند، اختیاراً می‌خواد حاکم مطلق باشد. اگر دو ابر قدرت شدن، هوای همدیگر رو دارن از ناچاری. اگر زمین و آسمان هم مقابله کردن با او، مجبور هوای اونا رو داشته باشه، ناچارن، نه از باب اختیار. لذا هر جا که مثلا الان می‌بینید این مرتکه دیوان آمده میگه که من از همه این مثلا معاهداتی که حالا خود همونا رو درست اجرا نمیکرد هیچ کسی، همونا میگه از اون معاهدات هم چی میشه؟ از معاهدات نمیدونم چی و معاهدات چی خارج میشم، تا لزومی برای اینکه هزینه بیشتری بکنم، برای اینکه بخوام در کشور خودم هزینه بکنم بیشتر، برای این کار نمیبینم. دیدید دیگه، این همون رفتار ظالمانه است که محیط زیست رو هم البته با آشوب میشه. خب اینم لفظ است، ولکن الله ذو فضل علی العالمین. چون این بله قوانینش الان عرض میکنیم، آره اینو بحثشو باز میکنیم، فعلا آیه رو عبور میکنیم به بعضی، بعد همین دفع رو میخوایم انشاءالله مطرح بکنیم. بعد میفرماد که ولکن الله ذو فضل علی العالمین، این دفع از مصادیق فضل خداست بر عالم، که اگر نبود این دفع، انسانها اراده هاشون اراده های مطلق بی منازع می شد. یعنی هر کسی می خواست مطلق بی منازع باشد، اگر دفع نبود مدافعه، هر کسی می خواست مطلق بی منازع باشد، مطلق بی منازع بودن به فساد عرض منجر می شد. لذا لکن الله ذو فضل علی العالمین، خدا کاری کرده که اگر جایی هم ظالمی قد علم می کند، قدرت داده به دیگران، اراده داده به دیگران، عزم و در حقیقت جزم داده به دیگرانی که در مقابل او هم قدرت ایستادن پیدا بکنن. اگر نبود این، حتما یک کسی که به قدرت مطلق میشه دیگه نمیتونه کسی قد علم کند. اما میبینید از همون گوشه کنارهای همون مملکت او هم چی میشن؟ کم کم عده بیدار میشن، عزم در مقابلش میکنن، قدرت پیدا، تسلیم نمیشن تا او رو. سنت تاریخی بوده که این دفع محقق بوده و اینها پایدار نبودن. هیچ سلسله ای در عالم از به اصطلاح ظالمین، هیچ سلسله ای پا بر جا نمانده. بله ممکنه اون کسی هم که قیام کرد به عنوان عدالت، پس از مدتی اگر حاکم شد به ظلم اون هم مبتلا بشه، اما در این حال سنت الهی بوده که قدرت مقابله و دفع رو به افراد دیگر انسان هم داده که هیچ موقع تسلیم مطلق نشن. پس هیچ وقت حق به صورت مطلق نمیتونه مسیطر بر زمین بشه؟ حق میتواند به صورت مطلق مسیطر بشود در اونجا که عقل حکم غالب بشود. لذا مدافعه در اونجا محقق است، در اونجا هم مدافعه هم، اما مدافعه با چی میشه؟ با حفظ او میشود. یعنی حفظ اون قدرت عقل میشه مدافعه او، که قبلا هم داشتیم که ما یه حب ذات داریم، یه چی؟ حب دفاع از ذات. یادتون هست یا نه؟ گفتیم حب ذات فطری انسان است. تو بحث جهاد که بود که مفصلم راجبش گفته بود شد که به هم موجودی خدای سبحان حب ذات داده. لذا حتی به جمادات همین مقداری که در مقابل واپاشی مقاومت میکنن، یک در حقیقت جسم در مقابل واپاشی به مقدار قدرتش مقاومت میکنن. هوا به اندازه خودش، آب به اندازه خودش، سنگ به اندازه خودش مقاومت میکنن. لذا باید حتما، لذا اگر هوا هم مقاومت هوا رو کسی بخواد اندازه بگیره کم نیست. لذا ببینید اینایی که سرعت وقتی زیاد میشه مقاومت هوا چی میشه؟ تازه بیشتر آشکار میشه. درست حالا دست من وقتی تکون میخوره خیلی نمیفهمم مقاومت هوا رو، اما این سرعت دست اگر هر چی زیادتر بشه مقاومت هوا بیشتر نشون میده مقاومت داره در مقابل شکافتش، در مقابل این واپاشش نمیگذاره. با بلافاصله تازه از همین خصوصیت استفاده میکنن هواپیماها که چی میشه؟ از در حقیقت جلو که میخوان شکاف ایجاد کنن، از عقب که این دوباره برمیگرده و تلاعوم ایجاد میشه قدرت در حرکت ایجاد میکنن. از شکافت جلو و چی؟ تلاعوم در انتها، که این خودش دوتا با هم
سرعت ایجاد میکند. یعنی فقط هم یکیش نیست، شکافت هم نیست، لذا با جوری در حقیقت این موتورها رو که موتورهای جت رو که در حقیقت تنظیم کنند، دوتا رو میتونه تنظیم بکنه، واپاشی از جلو رو یعنی شکافت رو و در حقیقت تلاقم در انتها رو، که این دوتا با همدیگه میتونه چکار بکنه، ایجاد سرعت بکنند. خب این اصله. بله بله دیگه، یعنی فساد مطلق هیچ موقع محقق نمیشه. اگر نبود این، یعنی اگر لولا این، در حقیقت او محقق میشد، چون این هست پس فساد محقق نمیشه. فساد مطلق یعنی اینجور بشه که ظالم مطلق بشود، نه امکان نداره ظلم مطلق، اما عدل مطلق امکان پذیر است. خب بله این ور رو گفته بود که امکان پذیر نیست، نه که اون ور رو. بله از این طرف هم این نکته هستش که حالا اینو عرض خواهیم کرد، اساس بر چی هستش؟ اساس بر تجاذب در عالم است و تنافر و دفع عرضی برای حفظ این تجاذب است. پس اگر این تدافع ذاتی بود، دقت کنید نکته مهمی ها، اگر تدافع ذاتی بود نه عرضی، هیچ موقع نمیشد که عالم به تلاقم مطلق برسد. لذا در مجردات هم باید حتما چی میبود؟ تمانع میبود، در حالی که در ورای عالم ماده تمانعی در کار نیست. تجاذب اصل است، ارتباط اصل است، وحدت اصل است، گسستن، فروپاشی، تمانع چیه؟ برای حفظ این وحدت است. دقت کردید؟ عرضی است، لذا تا جایی که لازم است محقق است. میشه زمانی رو در نظر گرفت که تمانع نباشد؟ میگه میشه. در مجردات تمانع نیست، در خود عالم مادی هم میشود به جایی برسد که چی بشه؟ می شود به جایی برسد که در نظام انسانیش تمانع در کار نباشد. این بحث از بحث مهمیه که اگر هر دو ذاتی بود همیشه باید هر دو باشد، هیچ عالمی نباید خالی از چی باشد؟ تجاذب و تمانع باشد. اما ماده ذاتی نباشد. بله در عالم ماده هم ذاتی نیست، علتش این است که از تجاذب است و به هم رسیدن عالم ماده است. عالم ماده یه موجود است، از در این است که عالم ماده یه موجود است، یه موجود با خودش تمانع ندارد. شهوت و غضب هم در این عالم دو اصل عرضی مقابل هم هستن و الا وقتی که به تلاقم میرسد در یه وجود، هر دو در حقیقت چی میشن؟ تحت دو تا لشکر یه حقیقت میشن. اونها تک تک اونهاست به صورت مستقل، اما در یه وجود نه. لذا میگه که موجوداتی رو خلق کرد، رکب فیها الشهوه، موجودات خلق کرد، رکب فیها العقل، درسته؟ اما اونجایی که عقل و شهوت در کنار هم جمع شدن در یه موجود واحد، میشه تلاعم، که شهوت تحت سیطره عقل قرار بگیرد، امکان پذیر میشه دیگه. یعنی اصلا اونجا همین رو داره میگه که به تنهایی اینها مقابل همن، اما در یه وجود واحد که قرار بگیرن در مقابل نیستن، در کنار همن. اگر هم تمانعی ابتداعا داشته باشن، بعد از در حقیقت غلبه قدرت عقل بر او دیگه تمانع در کار نیست. البته اگر شهوت غلبه بکند همیشه تمانع عقل هست، چون فطرت دیگه خاموش نمیشه، اما شهوت تسلیم میشود که شیطانی اصلا و بیدی. این در حقیقت تسلیم شدن یعنی که این وحدت کاملا در این وجود شکل گرفته و تمانعی دیگه در این وجود نیست. اینا خلاصه بحثای اصول مهمیه ها، حالا همجوری به صورت بالاخره فلهی داره بیان میشه، ولی اصول بسیار مهمیست. این که تمانع در نظام وجود ذاتی نیست، عرضیست، تدافع عرضیست. لذا اینجا هم لولا دفع الله در حقیقت به عنوان یک عرض است. اصل چی هستش؟ اصل این است که عالم با هم تلاعم داشته باشد. حالا این بحث بسیار جالیست، علامه هم یه بیانی دارن، این بیان هم خیلی عالیست. خب تا اینجا اگر دوستان بحثی ندارن این بیان رو بخونیم. بله مثلا اگه ماده به ماده همیشه از قوه به فعل رسیدن، یعنی یک نوع تمانعی اگر ما در عالم ماده باشیم همیشه هست، چون یک کمال بالاتر قوه به فعل رسیدن تمانع نیست. قوه به فعل رسیدن بر اساس حکمت مشائی تمانعه، اما بر اساس حکمت متعالیه که اینم خودش یکی از تمایزات حکمت متعالیه با حکمت مشائه، قوه به فعل رسیدن در حکمت متعالیه حقیقت، بله حقیقت واحدی است که این وجود ناظرش و وجود کاملشه. در حکمت مشا و غیر حکمت متعالی بیان بر این است که قوه با فعل جمع نمی‌شوند. اگر فعل باشد قوه نیست و اگر قوه باشد فعل نیست، تمانع دارند، دوتا با هم جنگ دارند. قوه اگر باشد فعل نیست، اگر فعل باشد قوه نیست. اما در حکمت متعالی میگه که چی؟ میگه اصلا حرکت جوهری و بعضی مثلا حرکت استکمالی، یعنی اینکه قوه و فعل
دو مرتبه وجودن، وحدت دارن، لذا میشه با نازلش اون میشه در حقیقت. خیلی هم بحث آریز ازش هم خیلی فروغ استفاده میشه، ازش هم خیلی از فروغ. لذا نظام بدن و روح، نظام نفس انسان و بدن یه حقیقت واحده ای هستن که میتوانند این جامعیت محقق بماند، بعد از این هم در معاد هم میتواند این نظام باقی ماند، نازل و در حقیقت کامل دارن، یه حقیقت واحده مرتبط هستن. خب این بحث رو کتاب بله خب بله با نگاه کلان اینجور معنا میشه دیگه. یه موقع شما نگاه دو جزء در قبال هم رو میکنید، یه موقع هستش که ماده رو به ماهی ماده نگاه میکنید که به عنوان یک عالم واحد و ما امرون الا واحده در مرتبه عالم ماده، اونجا به اون عنوان تمام و درش نیست. مثل این که شما تو نظام بدنی یه موقع بدن رو نگاه میکنید میبینید که دست و پا و چشم و ابرو یه تمانعی با هم دارن، تعارضی دارن، تضادی دارن، این غیر از آن است، اون غیر از این است، این در حقیقت برای خودش در حقیقت داره جذب و انجذابش انجام میده اود. اما یه موقع تو نظام یه بدن واحد نگاه میکنید، تو نظام بدن واحد این دوتا با هم دیگه چی هستن؟ مکمل همن. مثال دیگری، دو کفه ترازو ظاهرش هست که هر کدوم سنگین تر بشه اون یکی سبکتر میشه دیگه، بالا میری پایین بره اون بالا میره، دو کفه ترازو ظاهرش چیه؟ تعارضه، تمانعه. اما توی نگاه میزان به عنوان سنجش میشن چی؟ یه وحدت دارن، یه چیز رو نشون میدن، یه کار دارن با هم میکنن، با اینکه ظاهرشون چی بود؟ تمانع بود. پس تو نظام عالم ماده تمانع برای اون وحدت هست، به جهت اون ایجاد وحدت هست، لذا عرضی است برای تحقق اون است. لذا میشود انسان عالم ماده رو ببیند و بگه که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر قلم بر نظر پاک خطا پوشش بود، که اصلا نگاه خطا در عالم را ندارد. به این نگاه تزاهم عرضی است، لذا شر بالعرض هم یعنی همین دیگه، شر بالعرض و خیر بالعرض یعنی عالم از جهت وجودی چی هست؟ خیر است. مگه میشه غیر خیر صادر بشه از حق تعالی؟ وجود مسابقه با خیر است، اما وجودات که با هم دیگه میسنجی چی میشن؟ ممکنه این نسبت به او آسیب بزند و او نسبت به این آسیب بزند، درسته؟ مار برای انسان نیشش چی باشد؟ کشنده باشد. انسان روزدار هم آب دهانش برای مار کشنده باشد. خب درسته، هر دو شر نسبت به همدیگه هستن، اما نسبت به وجود خودشون چیه؟ نگاه از کدام منظره باشد؟ بلقیاس به همدیگه ممکن تزاهم دیده بشود، به نگاه وحدت از دریچه میشه در حقیقت همه دارن مثل کفه‌های ترازو یک چیزو نشون میدن و با هم همکاری دارن میکنن تا این نشون داده بشه. حتی این در حقیقت همه این نزاها، همه اینها در راستای نشان دادن یه حقیقت واحده میشه تو عالم. خب اینا مهمه که از کدام دریچه و منظر هم به عالم نگاه میشود. اما کسی که دریچه مادی نگاه میکنه فقط قطعا همیشه تعارض رو میبینه و امکان غیر تعارض براش من اصلا امکان نیست، تصور نداره. زهر الفساد یعنی پس به نسبت افراد یعنی خود دیگه اصلا دنبالش رو بخونه چی میگه؟ زهر الفساد و فلبر و البر به ما کسبت عید ناس، به ما کسبت عید ناس دیگه. یعنی فساد نیست، یعنی منافیدت منافات با این نداره که این فساد است. در کل نگاه کنی نه دیگه خطایی نرفته اون، نه ببینید اونجا که میگه فساد نیست نظام تکوینه، اونجا که میگه فساد هست نظام تشریعه. نظام میفرماد که قل کلون من عند الله. اگر نظام وجودی رو ببینی، نظام وجود رو که تکوینه همه چیز از جانب خداست و تو اون نظام تعارض نیست، اما اونجایی که نظام سعادت و شقاوت دیده می شود که تشریع تعارضه، ظالم ظالم است و سعید سعید است و این دوتا در لذا سعید باید قیام کند علیه ظالم، هم باید او رو بکشدم، درسته؟ اونم مقاتله صورت می گیرد به این شدت دیگه در حقیقت تزاهمه. اما در این حال در حقیقت نظام تکوین چی هستش؟ تمام این تعارضها برای این است که نظام عالم به یک تعادلی داره میرسه، داره یه چیز نشون میده که ما امرنا الا واحده. مرزها رو اگر از هم تفکیک نکنیم خطا صورت میگیره. مرز تکوین، مرز تشریع، نگاه به عالم به عنوان از منظر الهی، نگاه به عالم از منظر هدایت، سعادت و شقاوت، اینا هر کدوم متفاوت میکنه. بله از منظر هدایت هم به جایی میرسد که مثل اینکه نفس اماره، تسلیم نفس مطمئنه و نفس لوامه بشود، درسته؟ نفس مسوله و اما تسلیم بشود، در نظام عالم وجود هم شیطان سربریده می شود، با اینکه هنوز عالم دنیا برقرار است که همون الهی امال بقتل
معلوم که خوندیم قبلا دیگه در زمان ظهور به جایی میرسد که شیطان چی میشه؟ سر بریده میشود. هرچند که از درون هنوز نفس اماره ممکن است باشد، اما در درون یه وجود نفس اماره تسلیم میشود، مثل وجود مبارک پیغمبر که به عصمت میرسد که میشه شیطانی اصلا بیدی. در نظام کل هم امکان این مسئله هستش که شهوت و غضب تسلیم نظام عقل باشند، که عقول آنچنان رشد میکند که شیطان بسیار شهوت و غضب تحت سلطه او قرار میگیرند. اینا هر کدوم با هم یه نظام معنا داره، با هم مرتبطن. حرفا هر کدوم داره توی یه وادی وارد میشه و خودش یه بسیار تیتر و عنوان است که جای باز شدن دارد. خب بعد میفرماید که بیان زال قول و تعالی ولولا دفع الله، صفحه 293، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، دفع الله الناس بعضهم ببعض الى آخر الآیه، که من المعلوم ان المراد به فساد الارض فساد و من علی الارض که عرض کردیم، ای فساد الاجتماع الانسانی. اما ولوستت به فساد الاجتماع، اگر فساد اجتماع هم فسادن فی عدیم الارض، البته انما هو داخلون فی القرض، یعنی بحران محیط زیستی هم ممکنه پس از فساد انسان ها محقق بشود به تبع. درست. ولوستت به فساد الاجتماع فسادن فی عدیم الارض، عدیم الارض یعنی ظاهر زمین، یعنی همون سطح زمین، فانما هو داخلون فی القرض، اون هم داخل در این قرض آیه میشود به تبع لا به ذات، و هذه حقیقتون من الحقائق العلمیه ینبه لها القرآن، که این جای باز شدنم دارد، که این از اون بحث های جای باز شدن دارد که فساد انسان چجوری به فساد ارض منجر می شود، نظام عادیش و نظام روحیش هر دو، نظام سطح ظاهریش و سطح باطنش هر دو، یعنی ظلم خود به خود حتی اگر ظالم مراقبم باشد که به ارض ضرر نزند، خود به خود ظلم در نظام عالم وجود اثر باطنی دارد تو نظام وجود، و تقوا اثر چی دارد؟ باطنی دارد، که می فرماید که اگر اهل قرا مثلا تقوا پیشه کنن چی هستش؟ ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، یا چی؟ یا لارسلنا عليهم السماء، چی؟ مدرارا، چی؟ ارسلنا السماء عليكم مدرارا، یعنی لو استغفروا بقول تستغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا، و همچنین در حقیقت هم مدرار است هم در حقیقت زیاد کردن اموال و بنین است. در این راه میگه اگر شما تقوا پیشه کنید و استغفار کنید، اموال و بنینتون رو هم بیشتر میکنیم. بعد در جای دیگری میفرماید که قوتتون نزد قوتن الا قوتتون رو هم بیشتر میکنیم. در جاهای مختلف آیات مختلف وارد شده که این تو نظام باطنی علاوه بر ظاهری هم، و الا اینکه ابر حرکت میکند میاد به موقع میبارد، درسته مدرار باریدن مدرار، اینها دیگه تو نظام ظاهری نیست که فقط رعایت باشد، رعایت اثر دارد تقوا، اما این تقوای باطنی است که این رو در حقیقت چون لله جنود السماوات والارض، همه آسمان و زمین جنودن، و هر مقابله با نظام هستی مقابله با جنود آسمان و زمین است و اختلال در اون ایجاد میکنند. خب بعد میفرماین بیان و ذالکه، اینجا ایشون حالا میخواد این رو به عنوان یکی از حقایق علمی قرآنی بیان بکند. بیان و ذالک ان سعادت هذا النوع لا تتم الا بالاجتماع. این قسمت خیلی مهمه، با دقت گوش بکنیم، نکات دقیقی رو در اینجا ایشون فرموده که ایشالله بهرمند باشه. ان سعادت هذا النوع لا تتم الا بالاجتماع و التعاون، که قبلا اینو تو ذیل آیه 213 داشتیم که اجتماع و تعاون اساس در حقیقت این نوع رو چکار میکند؟ اساس این نوع بر اجتماع و تعاون است که سعادت هازن نوع، اینم سعادت یعنی نه سعادت تشریعی فقط به عنوان نجات، بلکه سعادت یعنی حتی اگر کسی تو آرامش میخواد زندگی کند، میخواد رفاه داشته باشد، ورای اون رفاهی که به اصطلاح دین وعده داده در دنیا و آخرت، حتی میخواد نگاهش فقط دنیوی هم باشد، سعادت این نوع لا تتم الا بالاجتماع و تعاون، این تو گروه کار اجتماعی است و ارتباط اجتماعی است، درسته؟ این الان ورای نگاه به دینه، البته دین هم بر همین اساس چی شده؟ احکام رو آورده، بر همین اساس مسائل خودش رو مطرح کرده، این داره الان کلی نگاه، و من المعلوم اگر این شد ان هذا الامر لا يتم الا مع حصول وحدت ما ببین همه صغرا کبراستا، که اگر سعادت این نوع لا تتم الا بالاجتماع و تعاون
از این طرف در حقیقت اجتماع و تعاون یعنی حرکت به سمت وحدت، اجتماع و تعاون یعنی همکاری، همکاری یعنی تلاوم، تلاوم یعنی وحدت، درسته؟ و من بله فرمود که بله و هاذا و من المعلوم ان هاذا الامر یعنی اجتماع و تعاون لا یتم الا مع حصول وحدت ما فی هیکل الاجتماع که بها تتحد و اعضاء الاجتماع و اجزاء این در حقیقت اجتماع بعضها مع بعض باید حتما این ارتباط ایجاد بشه. با گسیختگی و گسستگی اجتماع افراد اجتماع هیچ موقع تعاون و در حقیقت این سعادت رو محقق نمیشه. لذا فردگرایی به معنای این فردگرایی که گسیختگی و جدایی باشد سعادت رو در پی ندارد. یه کسی بخواد به تنهایی، بله فردگرایی به معنای سیطره بر بقیه یه بحث دیگریه، اما فردگرایی به معنای جدا شدن از بقیه او اصلا تو نظام کمال و سعادت دنیایی هم امکان پذیر نیست. ظالم هم که بخواد ظلم بکند حتما باید چیکار بکند؟ حتما باید با سلطه بر دیگران و به کارگیری اونها و تسخیر اونها ظلم خودش رو محقق کند. لذا ایشون اگر یادتون باشه فرمودن که اساس در نظام انسان تو نگاه فطری انسان اسب بر استخدامگریست، اگر یادتون باشه که انسانها چی هستن؟ تو نظام فطریشون استخدامگری فطریشونه. لذا تا شروع میکنه بچه، میدونید همون بچه ها تو با همدیگه میخوان بازی بکنن، بلافاصله شروع میکنن به مدیریت، یعنی این میخواد حالا اول نسبت به اسباب بازیاش بعد نسبت به افراد، یعنی این بچه میخواد اونو مدیریت کنه، اون یکی رو مدیریت کنه، میخواد تعامل بکنه، میخواد بازی بکنه، تو همین بازی یک وجه وحدت میخواد. بچه‌هایی که قدرت وجه وحدت گیری پیدا نمیکنن از ابتدا حالت سلطه توشون هست به این راحتی نمیتونن بازی بکنن، یعنی دعواش میشه از اول زود با بقیه، یا اونایی که ضعف دارن در تعامل اون حد وسط بازی بهتری میکنن، اونی که در دو طرف افراد و تفرید هستن قدرت بازی باهاشون دیگران تن نمیدن از ابتدا بازی با اینها رو، یا زور میخواد بگه یا قدرت ارتباط نداره ضعیفه، هر دو طرفش باعث میشه چی بشه؟ مگر اون کسی که زور دارد از چی استفاده بکنه؟ از در حقیقت تفکرش که این زورش رو نرم افزاری اعمال کند، یعنی بیاد در حقیقت تدبیر بکند با گفتگو با چی دیگری رو به کار بگیره، خودش رو مثلا ارادهش رو نافذ بکنه، اما اونا رو به کار گرفته با تدبیر، و الا اونجا زور بار زیر بار نمیرن، نه پول این میگیرن نه حقوق میگیرن نه مثلا قدرت این مورد مدرق فرار میکنه میره دیگه، آخرش هیچ کاری نمیتونه بکنه دیگه. و میفرماید که لا یتم الا مع حصول وحدت ما فی هیکل الاجتماع، اینا تمامش تو نظام تربیتی چی داره؟ قابل برنامه ریزی است اگر این اصول پذیرفته شد که اساس بر اجتماع و تعاون است، اجتماع و تعاون بر اساس وحدت شکل میگیرد، باید وحدتون مایی باشد. بعد میفرماید که وحدتون ما فی هیکل، تعبیر رو ببینید، هیکل اجتماع، همچنان که بدن یه هیکل است و این وحدتون مای بین اعضا و جوارح با همه اختلافاتشون باعث میشه یکی بشن، یه وحدتون مایی دارن با همه اختلافشون، هیکل اجتماع یعنی اجتماع چی میشن؟ افراد به نسبت ارتباطشون با هم یه وحدت پیدا میشه، هیکل. لذا با اینکه گوناگونن، با اینکه نگاه ها و افکار و کارهای مختلفی دارن، اما توی راستا دارن یه کار رو میکنن، مثل یک اعضای بدنی که تو نسبت بدن دارن یه کار رو انجام میدن، درسته؟ حرکت پا رو ببینید با حرکت مثلا دست، با حرکت چشم، با حرکت دهان در خوردن خیلی متفاوتن، هر کدوم یه نوع حرکتی دارن، اما اینا با هم دیگه مکمل هم میشن تا این دقیقت بدن حرکت خودش رو و حیات خودش رو ادامه بده. و فی هیکل الاجتماع بها تتحد با این وحدت هست تتحد و اعضاء الاجتماع و اجزایش بعضها مع بعض به حیث و یعود الجمیع کل فرد الواحد، یعود الجمیع کل فرد الواحد تو نگاه اولی است، ولی تو نگاه دقیق میشه چی؟ تو نگاه دقیق میشه چی؟ فرد واحد میشه، واقعا میشه کل فرد، ابتداعا میگیم کل فرد الواحد، اما تو نگاه دقیق بلکه ادب میشن فرد الواحد. لذا اگر این نگاه محقق شد اون موقع قص خوردن انبیا نسبت به دیگرانی که ایمان نمیارن این حقیقتاً قصه خوردن جا داره، امر معروف و نهی از منکر با این نگاه چی میشه؟ دفاع از هیکل واحده، مثل که میگه دست و پا وقتی که یکی آسیب دیده میگه به من ربطی نداره،
بگو من دستی ربطی نداره، درسته؟ تعبیر روایت هم این است که کل جسد الواحد در روایت دارد که بنی آدم همین بنی آدم اعضا یک پیکرند که در آفرینش یک گوهرند، درست خوندم؟ درسته؟ بعضی وقتا یه جوری تفاوت میخونند دیگه، بله؟ از یک دیگران هم از یک دیگران هم میخونند، آره. اما تو نگاه این روایت مضمونی روایت از پیغمبر اکرم است که در حقیقت اینها اعضای بدن واحد هستند که اگر هر کدوم از این اعضا رو تب بگیرد بقیه هم چی هستن؟ بیدار میمانند، عارض میشود بر اونها بیداری. روایت مؤمنین رو داره، در روایت مؤمنین رو دارد، اما به نگاه در حقیقت اونجا همونجا تو بعضی از روایت هم داره که خود در حقیقت انسان، بعد توی بعضی از روایت هم داره که برمیگردونن از اینکه اصلا از یک پدر و مادر هستن، یعنی از یک پدر و مادر بودن رو منشأ قرار میدن، وقتی که اون عموم میشه دیگه، از یک پدر و مادر بودن، بله دیگه، اون دیگه سعه اش قابل سعه است، منتها مؤمنین اولاست، یعنی انسان تو مرتبه وحدت تو دایره مؤمنین اولویت در وحدت دارد تو این ارتباط، چنانچه نسبت به پدر و مادر و ارحام خودش اولویت در وحدت رو دارد، این وحدت هی سعه پیدا میکنند، تنافی ندارند، مثبتینن در سعه، منتها هر کدوم تو مرتبه البته، بله؟ بله دیگه، یعنی هر کدوم از وحدت مرتبه خودش رو داره. بعد میفرماید که بله به حیث و یعود الجمیع کالفرد الواحد یفعل و ینفعل ان نفس واحده و بدن واحد، دیگه این کلفردش دیگه تبدیل میشه به که مثل یک بدن واحدن که این یفعل و ینفعل، هم در حقیقت فعل انجام میدهد هم منفعل میشود، یعنی اگر دست در حقیقت خطایی بکند بقیه بدن هم منفعل میشوند، اگر دست مجروح بشود بقیه بدن هم منفعل میشوند، اگر یکی از اینها به خوشی برسد بقیه هم این خوشی سرایت میکنند، پس تو همدیگه تأثیر کاملی دارن که یفعل و ینفعل ان نفس و ان نفس واحده و بدن واحد، دیگه این اوج مسئله وحدته، نه فقط از جهت بدنی واحدن، وقتی که میخوان تأثیر و تأثیر داشته باشن حتما باید نفس هم واحد باشد، لذا بر عالم وجود یه موقع میگیم اعتبارا افراد کنار هم دیگه اجتماع رو تشکیل میدن، اصالت با فرد است و اجتماع چیه؟ اصالت اعتباری است، اصالت اجتماع نداریم، اجتماع اعتباری است. یه موقع میگیم که نه، افراد انسان ها مثل دو مولکولی که در هم دیگه ترکیب میشن و یه واحد رو ایجاد میکنن، مثل مثلا نمک که میشه کلور و سدیم مثلا با هم ترکیب میشن یه واحد شدن دیگه، اینم یه مرتبه است، منتها مطلب از این ادق در اونجایی که کلور و سدیم با هم ترکیب میشن فردیت دیگه در کار نیست، فقط اون واحد در کاره که اجتماعه، اما در اینجا هم فردیت برقرار است که کلور و سدیم این ترکیب باشن، هم در حقیقت این وحدت برقرار است، این نظیر و مثالش سخته تو عالم، دقت کردید؟ اگر تونستید من گشتم مثال براش که چه مثالی میشه برای پیدا کرد که هم فردیت اصل باشد هم اجتماع، منتها به این معنا که اجتماعی با این همراه هست که مقابل این نیست، چون اجتماع اونجا اسمشو گذاشتیم من شامل، من شامل جمع، ما یه من مقابل جمع داریم که اینجا اصالت با این من نیست که من مقابل جمع در نگاه دینی، جمع مقابل من هم اصیل نیست که من رو ابیم ببره فقط اصل که مثل جوامع سوسیالیستی باشد که اصل بر چی باشد؟ بر اجتماع باشد و من در حقیقت هیچ نقشی نداشته باشد، باید فدایی باشد، نه، بلکه من شامل، یعنی منی که توسعه پیدا میکند همه انسان ها میشن شؤونش، مثل یوم ندعو کل اناس به امام، هم امام هر اجتماعی شامل همه افراد اون اجتماع است، دقت کردید که این در قیامت هم مردم رو به افراد صدا نمی کنن، مردم رو در اونجا به چی صدا میکنن؟ به امامشون، چون اینا شأن امامشن، یوم ندعو کل اناس به امام، هم چون شأن امامن به امامشون، این بحثو قبلا ها داشتیم، بحث من شامل، منی که سعه پیدا، لذا وجود مبارک پیغمبر وقتی حقیقتش رو نشونش دادن دید مثلا چی هستش؟ متحد با همه عالم و گسترده شده با همه عالمه، دید خافقین رو پر کرده وجوده، شرق و غرب رو پر کرده وجوده، این من شامل است، من سعه یافته است، من توسعه پیدا کرده است، لذا رحمتا للعالمین هم همین است که این رحمتا للعالمین است، حالا اینا خودش بحث خودش داره که مشیت الهی هم نفس رحمانی مشیت همه از همین سنخ است که این شامل است، بله چی فاز داره مثلا بگید پیوند بین مولکولی نه
حالا جای بحث داره، یعنی جای بحث داره، هنوز آرامش ایجاد نشده. در من پرسیدم از متخصصین اون فنا، چند بار نشستم باشون مشورت کردم چه مثالی میشه تو شیمی پیدا کرد که مثلا حرفای زدن، گاهی هم مثلا آدم احساس میکنه این نزدیکتره اون دورتره، اما به یک حرف مثلا که آدم آرامش پیدا کنه بگه این مثالشه، بگه این مثالشه، شاید نرسه. و شاید هم این مال این است که اون ترکیب ها تو ظاهر عالم فقط، قطعا اگر بگردیم مثال میشه براش پیدا کرد، اما خب یه خورده دقت و ممارست بیشتری و اشراف بیشتری میخواد. شاید علوم مختلف دیگری چی باشن این رو نشون بدن اگر انسان ارتباط پیدا بکنه بفهمه. بعد خب بعد میفرماید که یفعل و ینفعل ان نفس واحده و بدن واحد و الوحدت الاجتماعیه و مرکب و حال لذیه و اجتماع و افراد نو. میگه در اجتماع هم وحدت اجتماع و مرکبش که اجتماع افراد نو هست، حال هما شبیه حال الوحدت الاجتماعیت التي فی الکل. این تطابق تشریع و تکوینه که انسان‌ها در ارتباطشون و اتحادشون و اجتماعشون حالشون شبیه حال چی هستش؟ حال طبیعته. که طبیعت چنانچه انسان ممکنه، ما الان نگاهمون نگاه گسسته است به طبیعت، یه درخت می‌گیریم می‌کاریم تو زمین، درسته؟ اما این درخت حالا به زمین و اطراف خودش و به اون درخت و به اون درقت شیء دیگه و به اون درقت شیء که تو اون طرف عالم است چه ربطی داره دیگه ما اینا رو نمی‌فهمیم. ما این درخت رو با در قد بقیه بیگانه میبینیم، جدا جدا میبینیم. اما عرض کردم این مسائل تو نظام علمی مصادیق داره که اونها میگن همین بحث جاذبه که هر چیزی به همه اشیا داره چیکار میکنه؟ جاذبه وارد میکنن، یعنی اونها رو جذب میکنه به سمت خودش، هر چیزی، چه ذره، چه ماکرو، چه میکرو، و از همه اشیا هم در قد داره تأثیر پیدا میکنه، تأثیر در همه دارد، تأثیر از همه هم دارد. این مرتبه رو چکار میکنه؟ یه واحد میکنه. لذا اگر این لیوان رو من از اینجا بردارم بگذارم اینجا، زاویه این رو و ارتباط این رو با همه اجزای عالم تغییر دادم، تمام قوایی که از این در اینجا به عالم و از عالم به عالم و از عالم تأثیر و تأثیر پیدا میکرد، با تغییر مکانیش و انتقال مادیش از اینجا به اینجا تغییر کرد. تمام. اگر کسی قدرت داشت میتوانست در حقیقت تمام اینا رو محاسبه کنه، بعدشون ممکنه بتونن محاسبه بکنن. لذا شما میرید توی فیزیک ببینید چقدر در رابطه با اینکه مثلا این شی در این نقطه حرکت کند یا از این زاویه حرکت کند یا از اون زاویه حرکت کند یا این مثلا گوی از اینجا حرکت، همه اینا قابل محاسبه است که تو این شیب و با این قدرت و با این مثلا جرم که وزنش باشه این سرعتش اینقدر میشه اگه بخواد به مقصد برسه، با حفظ استقاقات که سر راه برای او پیش میاد، اون دیگری مثلا با جرم بالاتر، همین قابل محاسبه است. لذا یه ذره که تو آفتاب که میتابه مثلا یه ذرات رو شما میبینید، تمام حرکت و الی یوم القیامه از جهت فیزیکی قابل محاسبه است، منتها الان توان نداریم برای محاسبه و این قابل فیزیک قبول داره قابل محاسبه است، منحنی حرکتش با توجه به تمام محرک هایی که نیروهایی که برش وارد میشه و در حقیقت استفاقات که سر راهش قرار داره، هرچی اشراف بیشتر بشه این منحنی حرکت چی میشه؟ قطعی تر میشه. اینا جالبه، حتی یه جا که سیل میاد همه چیزو میپره تو هم دیگه چی میشه؟ اگر بخوان اینو بازسازی بکنن یه بار دیگه اینجوری ایجاد کنن میشه؟ اصلا به این راحتی بکنه بازی. این خودش نظم داره، این خودش یه نظم چی داره؟ که اگر بخواد کسی این رو چیکار بکنه، این آشفته ای رو که سیل ریخته رو هم دیگه، حالا بیاد چیکار بکنه؟ بگه این آشفته که دیگه نظم نداره، که من میخوام میگم تمام اینا، یعنی یک جابجا کردن هر کدوم از اجزای این میره تو تمامش تاثیر میذاره، چون اینم با نظم اینجوری پیدا کرده. اینا بحثای جالبی است که در تشویش عین نظمه. لذا بحث کسانی که حرکت اصطلاح الان این چیز رو مطرح میکنن چیه؟ این بی‌نظمی که از این حرکت به اصطلاح بیگ بنگ، نه این فیزیکی آخرین مرتبه کوانتوم، بی‌نظمی کوانتوم رو مطرح میکنن، میگن بی‌نظمی کوانتوم دیگه قابل هیچ محاسبه نیست، اما این نمیدونه که این بی‌نظمی کوانتوم هنوز برای این قابل محاسبه نیست. که این بی‌نظم میگن ما وقتی این اشعه رو میتابونیم گاهی ذره میشه گاهی در حقیقت چی میشه، فوتون مثلا ذره گاهی انعکاس پیدا میکنه، لذا 50 به 50 نیست، قابل محاسبه نیست.
ابتدا احتمالش 50-50 است، اما اینجوری نیستش که 50-50 اینجور شده باشه. اما الان تو حرفای دقیقشون، من یه استاد فیزیکی بود افتادم تبلیغ نشست کنم اینا رو برام بگو چی به چی، دیدم خیلی جالبه، یعنی آدم خوبه که اینا رو همین اخیر رفتم پارسال رفتم اینا رو بشنید، جای تبلیغ میرید استفاده بکنید از اینها، نکات زیبایی داره. بله اونا خودش عین نظم توشه، خودش یه نظم خاص خودشه که تو برگشتش و ادامش این نظم قابل پیش میگه هر چی رو سطحشو جلوتر بری بعد با همه بی نظمش احساس نظم بیشتری میشه دیگه. خیلی فاصله گرفتیم فلکم، یه این عین اجتماع انسانی عین در حقیقت کون است و مرکب و حلذی هو اجتماع اجزاء هذا العالم المشهود، که این ترکیب اجزا و من المعلوم ان وحدت هذا النظام یعنی نظام التکوین انما هی نتیجه و تاثیر و تاثر الموجودین بین اجزاء العالم فلولا المغالبه، اگر این تاثیر و تاثران نبود فلولا المغالبه بین الاسباب تکوینیه و غلبت بعضها علا بعض. این نکته بسیار عالی است که همه مرکز این بحث این است که اگر این تاثیر و تاثرها و غلبه ها نبود هیچ هماهنگی و التئامی ایجاد نمیشد، یعنی هستی مثل یه مشارد میشد که کنار هم قرار دارن، این ربطی به هم دیگه ندارن. این تاثیر و تاثرها، جنگ و گریزها در کنار جذب و در حقیقت انجذاب ها، این جنگ و گریز و جذب و انجذاب چیکار کرده؟ یه واحد کرده اینها رو. تعبیر رو ببینید، فلولا بله و من المعلوم ان وحدت هذا النظام یعنی نظام التکوین انما هي نتیجه تاثیر و تاثر الموجودین بین اجزاء العالم فلولا المغالبه بین الاسباب التکوینیه و غلبه بعضها على بعض و اندفاع بعضها الاخر عن و مغلوبیتها له لم يرتبط اجزاء النظام بعضها به بعض بل بقي كل على فعلیت التي هي له، هر چیزی سر جای خودش بود، ربطی به هم پیدا نمی‌کرد. این قلبه ها باعث میشه که این از اون فعلیت شکسته بشه، با این مجبور شه خودش رو، میگه عین این که تو عالم هست عین این تو نظام انسانی هم هست و این دزاله که بطل الحرکات و بطل، اگر اون نبود بر حرکات باطل از آن شده و بطل عالم الوجود و کذالک نظام الاجتماع الانسانی لو لم یقوم علی اساس تأثیر و تأثر، اگر اجتماع انسانی هم قائم بر اساس تأثیر و تأثر نبود و دفع و الغلبه لم یرتبط اجزاء و نظام بعضها به بعض، این در حقیقت دفع و در حقیقت این هاست که اینها رو به هم مرتبط کرده و لم یتحقق اساس این در حقیقت دفع و غلبه این است که این زیر بار او نمی رود. وقتی زیر بار او نمی رود با او مقابله می کند، وقتی با او مقابله می کند او مجبور کوتاه بیاد، این در حقیقت او تأثیر می گذاره، اون تو این تأثیر، این تأثیر و تأثیرات که تو هم دیگه می ذارن اینها رو به هم مرتبط می کنن. اجزای آرد که کنار هم قرار می گیرن، اجزای شکر که کنار هم قرار می گیرن، تأثیر و تأثیر تو هم دیگه ندارن، لذا هیچ وحدتی هم بینشون ایجاد نمی شود. پس اگر می خواد وحدت ایجاد بشه حتما چی می خواد؟ حتما هر وحدتی شکستن سولت سابق رو میطلبه، که اون سولتش شکسته بشه، اون قدرتش، اون شوکتش شکسته بشه، تا با شکسته شدن این چی بشه؟ این دیگری بتونه تو اون نفوذ بکنه، ارتباط برقرار بشه. دقت کردید؟ ممکنه توی جهتی سولت باشه، توی جهت دیگری چی باشه؟ توی جهت دیگری شکست باشه، یعنی جوری که تو همه جهات شکسته بشه. ممکنه این شکل رنگش حفظ بشه اما چی بشه؟ شکلش مثلا حجمش تغییر بکند، یکی از سولت‌های او، یکی از سولت‌های این در هم چی بشه؟ تأثیر و تأثیر. اینا تو تمام اینا امکان پذیره. بله کذالک نظام الاجتماعی است لو لم یقوم علی اساس تأثیر و تأثر و دفع و القلب لم یرتبط اجزاء النظام بعضها به بعض و لم یتحقق این از نظام و بطلت سعادت النوع فإن هر کسی هر جوری که بود ثابت باقی میمون. تمام این از همون کودکی که بچه تغییر میکنن تو جریان ارتباط با عالم و با افراد است که هی مجبور میشه چی بشه؟ خصوصیات هماهنگ تر بشه تا بتونه با بقیه استخدامگریشو بیشتر بکنه. این تأثیر و تأثیر دیگه این وحدت ایجاد میکنه. فإن لو فرضنا ارتفاع الدفع به هذا المعنى، اگر فرض کنیم این دفع به این معنا برداشته شده باشد و هو القلبه و تحمیل الاراده من البین کان کل فرد من افراد الاجتماع فعلا فعلا ينافي منافع الاخر،
و دیگر اون آخر هم نمیتونه چیکار بکنه در مقابل این تأثیری داشته باشه. سبا و منافع المشروعه او غیر مشروع لم یکن للآخر ارجاع الى ما یوافق منافعه و یلائمها و هاکذا. اون دیگری هم همینجور و اینا همه میشدن پراکنده و هیچ ربطی به هم دیگه پیدا نمیکردن. و بذالک تنقطع الوحده من بین الاجزاء و بطل الاجتماع و هذا البث هو الذی بحثنا عن فی ما مر. در همون آیه 213 که ان الاصل الاول الفطری للانسان المکون للاجتماع هو استخدام. اولین اصل در نظام تکوین انسان استخدامگری است که با دیگران رو میخواد استخدام. و اما تعاون و المدنیه فمتفرع علیه و اصل ثانوی. این میشه اجتماع اینا با هم دیگه میشه عنوان چی؟ تعاون. اساس یعنی استخدامگری آغاز میکنه بعد تعاون ایجاد میشود. بعد که تعاون ایجاد شد اصل سوم میشه چی؟ اصل سوم میشه چی؟ و مدافعه. یعنی این میخواد حد اکثر منافعش محقق بشود، اونم میخواد حد اکثر. هر کدام برای تحقق حد اکثر منافعشون چیکار میکنن؟ از خودشون مغالبه نشون میدن، درسته؟ یعنی کارگر برای اینکه منافع بیشتری بگیره با کارفرما رو تحت فشار قرار میده. کارفرما هم برای اینکه منافع، یعنی اونم استخدامگری داره میکنه کارگر. حالا با کلام شد، با تظاهرات شد، با خلاص اعتصاب شد، درسته؟ با بهتر که هر جوری که شد میخواد استخدامگری کند کارفرمای خودش رو. منطقه استخدام او به کار گرفتن اینه، به عنوان اجرت دادن استخدام این به معنای تغییر فکر رو برای گرفتن بیشتر اجرته. پس استخدامگری فقط در قالب در اون فردی که کارفرماس نیست. این در حقیقت طرفین هر کدام به نحوی استخدامگری دارن. ان الاصل الاول الفطری للانسان المکون للاجتماع هو الاستخدام و اما التعاون والمدنیه فمتفرع علیه و اصل ثانوی. و وقت زمینه بکنید به اینکه مدافعه هم میشه چی؟ حفظ این در حقیقت چی؟ حفظ این تعاون و حفظ این استخدامگری با مدافعه محقق میشود که اینم اونجا گذشت. و فی الحقیقت در اونجا البته نگذشت، این تعاطیز در اون بحث جهاد گذشت اگر یادتون باشه، که حب ذات و بعد حب چی؟ حب دفاع از ذات. یادتون هست یا نه؟ حب ذات بعد دفاع از ذات دو تا اصل فطری بودن. و فی الحقیقت دیگه این ظاهرا وقت گذشت، حیف که این بازم یه تیکه بود ولی خب دیگه گذشت. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد.